سلام من آرشم اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقمندان به شعر و ادب پارسی هستید بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 17 هم از شاهنامه فردوسی رسیدیم به قسمت 17 ها همونطور که عرض کردم بنابراین اگر 16 قسمت گذشته رو تماشا نفرمودید دیدین که پلیلیستش رو بچه های جایی بالا در دسترستون قرار میدن حتما مطالعه بفرمایید حتما مشاهده بفرمایید تا آگاه بشید از سیری که طی کردیم تا برسیم به اینجای داستان اما به طور خلاصه من اول هر اپیزود اعلام میکنم که ما از کدوم پادشاه شروع کردیم تا به این داستان برسیم جزئیات رو نمیگم از این جهت که کسی که بخواد ببینه جزئیات رو به تفضیل در قسمت های گذشته خدمات هر پادشاه رو شرح دادم خدمتتون اما هر بار و در اول هر اپیزود این سیر رو میگم که از کدام پادشاه به کجا رسیدیم که دقیقا چیزی که فردوسی میخواست رو انجام داده باشیم یعنی ملکه ذهنمون شده باشه این داستان خاطرتون باشه فردوسی شاهنامه رو بخش اصلی شاهنامه رو با پادشاهی کیومرس شروع کرد که سی سال به طول انجامید پس از اون باید میرسید به فرزندش سیامک اما اینگونه نبود چون فرزند او سیامک به دست خرورای دیو کشته شد بنابراین میرسه به دست نوش این پرچم پادشاهی و او بر سریر و تخت پادشاهی میشینه یعنی هوشنگ که پادشاهی هوشنگ هم چهل سال به طول میانجامه و پس از اون فرزندش یعنی تحمورس, که پادشاهی او هم سی سال به طول میانجامه که الان دقیقاً به وسط داستان تحمورس هستیم در قسمت قبلی توضیح دادیم که او پادشاه هفتقلیم شد لقبش دیو بند یا زیناوند بود که عرض کردم زیناوند یعنی مسلح و دیو بند هم یعنی اسیر کننده و دربند کننده ی دیو اتفاقی که افتاد اینه که در دوران تحمورس ریسیدن و بافندگی تبدیل به پیشه و شغل شد و او برخی از حیوانات رو مثل مرغ و خروس اهلی کرد و وارد زندگی مردم کرد یک وزیر نیکوکار داشت به نام شهرسب اگر خاطرتون باشه که نام نیکش همه جا پرآوازه بود و اتفاقی که میفته در این جلسه ما توضیح میدیم که چرا صفت او دیو بند بود در قسمت قبلی به این موقعیت نرسیده بودیم به این بخش از داستان نرسیده بودیم که امروز میرسیم اگر خاطرتون باشه رسیدیم به اینجا که او یک وزیر نیکوکار داشت به اسم شهر است که همه جا رو به نیکی میشناختند و بیت 25 همه راه نیکی نمودی به شاه همه راستی خواستی پایگاه چو آن شاه پالوده گشت از بدی به تابید از او فرح ایزدی برفت رفت من را به افسون ببست چو بر تیز رو بارگی برنشست زمان تا زمان زینش بر ساختی، همه گرد گیتیش بر تاختی. چو دیوان بدیدند کردار اوی، کشیدند گردن ز گفتار اوی. شدند انجمن دیو بسیار مر که پردخت مانند از او تاج و فر، چو تحموره ساگه شد از کارشان، برا شفت بشکست بازارشان. به فر جهاندار بستش میان به گردن برآورد گرز گران همه نر دیوان و افسونگران برفتند جادو سپاهی گران دمنده سیه دیوشان پیش رو همی با آسمان برکشیدند قو جهاندار تحمورس بافرین بیامد کمر بسته رزمکین یکایک یک با دیو جنگ نبود جنگشان را فراوان درنگ از ایشان دو بهره به افسون ببست دگرشان به گرز گران کرد پست کشیدندشان خسته و بسته خار به جان خواستند آن زمان زینهار که ما را مکش تا یکی نو هنر بیاموزنیمت که آید به بر که یه نامور دادشان زینهار بدان تا نهانی کنند آشگاه چو آزاد شد شان سر از بند اوی بجستند ناچار پیوند اوی نوشتن به خسرو بیاموختند دلش را چو خورشید بفروختند نوشتن یکی نه که نزدیک سی چه رومی چه تازی و چه پارسی چه سغدی چه چینی و چه پهلوی نگاریدن آن کجا بشنوی جهاندار سی سال از این بیشتر چگونه برون آوریدی هنر برفت و سرآمد بر او روزگار همه رنج او ماند از او یادگار به سوگندرون شد دل هر کسی بیامد بر آن روزگاران بسی جهانا ما پرور چو خواهی درود چون می بدروی پروریدن چه سود بریم و برگردیم تفسیرش میکنیم بریم بریم بپردازیم به تحلیل و تفسیر ابیات اگر خاطرتون باشه در قسمت قبلی تا بیت 24 رفتیم بنابراین از بیت 25 شروع میکنیم همه راه نیکی نمودی به شاه همه راستی خواستی پایگاه داره راجع به همون وزیر شهرسب صحبت میکنه که مشورت مفیدی میداد به پادشاه خواستن یعنی طلبیدن و آرزو کردن پایگاه هم یعنی اساس و پایه امور همه راه نیکی نمودی به شاه یعنی راه های نیکی رو به شاه نشون میداد مشورت مثبتی به اون نشون میداد همه راستی خواستی پایگاه و میخواست اساس و پایه همه امور پادشاه راستی و درستی باشه درست کار باشه پادشاه چون شاه پالوده گشت از بدی به تابید از او فره ایزدی ببینید پالوده گشتن از مستر پالودن و در حقیقت پالاییدن میاد یعنی پاک شدن از آلودگی صاف شدن از قش فره فره هم خونده میشه به معنای شکوه و جلال هست قبلا هم بهش برخورد کردیم فره کیانی یه مقداری میخوام راجبش توضیح بدم ببینید ما در اوستا چهار نوع فر یا جلال داریم فر ایرانی هست فر کیانی یا شاهنشاهی هست فر موبدی هست و فر پهلوانی حالا مثلا دو تاش رو بخوام ارز بکنم خدمتون فر کیانی که باعث میشه طرف پادشاه و کامیاب بشه سرور بزرگان بشه و بزرگ کشور بشه اما فر ایرانی هم اگر کسی برخوردار میشد ازش چارپایان رو داشت گله داشت رمه داشت و شکوه و ثروت داشت برخوردار بود شخص برخورداری به حساب می و از اون طرف هم بخشنده خرد و دانش بود بخشنده دولت بود و در هم شکننده غیر ایرانی بود کسی که فر ایرانی داشت فره ایزدی یا فر ایزدی نام عامی است برای کسی که هر چهار فر رو داره هر چهار شکوه و چهار جلال رو داره یعنی فر ایرانی فر شاهی فر موبدی و فر پهلوانی بنابراین میگه چون شاه پالوده گشت از بدی بتابید از او فرح ایزدی یه وقتی اون شاه به واسطه مشورت های وزیر نیکوکارش از بدیها پاک شد این فروغ و فر ایزدی این شکوه ایزدی و خدایی در او شروع کرد به درخشیدن یک نکته ای رو هم که در نظر باید داشته باشید اینه که در اوستای این موضوع یاد شده هم هوشنگ فر ایزدی داشت هم در حقیقت تحمورس که الان داریم راجبش صحبت میکنیم هم جمشیدین ادامه میکنه تا گشتاس میره اینها همه فر زدی پیدا میکنن اما پس از اون فر زدی متوقف میشه و کسی ازش برخوردار نمیشه اما اهورا مزار رو نگه میداره تا روز رستاخیز این فره ایزدی رو تا زمانی که سوشیانت از کنار دریاچه هامون بر و گیتی رو پر از راستی و عدل و داد میکنه سوشیانت دوباره برخوردار هست از فر ایزدی بنابراین این شاه هم فر ایزدی داشت در بیت 27 و 28 میگه برفت دهر من را به افسون ببست چو بر تیز رو بارگی برنشست ببینید قبلا ارز کرده بودم صفت او دیو بند یا زیناوند هست و در پست قبلی ارز کردم در بیت 27 و 28 به صفت زیناوندی او هم برخورد میکنیم زیناوند رو ارز کردم این سر تا پا مسلح حالا الان میرسیم بهش که چیه بستن اینجا به معنای بند کردن هست و بارگی به معنای اسبه چو بر تیز رو بارگی برنشست حالا ارز میکنم خدمتون یعنی چی میگه زمانی که او انگونه شد و فر ایزدی پیدا کرد رفت و اهرمن رو با فکر و تدبیر و چارجویی به بند کشید برفت اهرمن را به افسون ببست اینجا افسون کردن یعنی چارجویی کردن رفت و اهریمن رو به بند کشید و اسیر کرد چو بر تیز رو بارگی برنشست و چونان که بر اسب تندرو می نشینند و تاخت و تاز می کنند همون گونه روی اهریمن نشست و او رو تازوند اینجاست که بهش میگن دیو بند چون دیو رو اسیر کرده بود و در بیت 28 زمان تا زمان زینش برساختی همین گرد گیتیش برتاختی زمان تا زمان یعنی گاه به گاه وقت به وقت هر از چند گاهی زین هم حواستون به این موضوع باشه امروز مصطلح هست به عنوان پوشش و یراق اسب که روی اسب میذارن زین در حقیقت جنگ افزار و سلاح معنی میداده برای همین هم زیناوند معناش تماما مسلح هست این زین در معنای سلاح در بسیاری از کلمات اون هست مثل تبرزین از اینها به جا مونده در پهلوی ساسانی هم همین گونه زین بیان میشد در اوستا هم زاینا به معنای جنگ افزار و سلاح ازش یاد شده برساختن به معنای آماده کردن هست برتاختن هم یعنی با شدت هرچه تمام تاخت و تاز کردن با است. زمان تا زمان زینش برساختی یعنی هر از شنگایی سوار بر اهریمن می شود. زین می وست به و مسلح می شود. همه گرد گیتیش برتاختی و سوار بر گرد 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 گیتی رو تخت تاز میکرد و دور میزد من رو میدوند دور گیتی 29 و سی چو دیوان بدیدند کردار اوی کشیدند گردن ز گفتار اوی گردن کشیدن اینجا کنایه از تقیان کردن و نافرمانی کردن هست گفتار هم که معنای سخن هست اما اینجا مجازن یعنی فرمان و دستور میگه زمانی که گروه دیوان دیدن که ای وضعیت اینه این ما رو قراره در بند و اسیر بکنه و این گونه با ما رفتار کنه سوار ما بشه کشیدن گردن ز گفتار او رفتار او رو با اهریمن که دیدن از دستوراش سرپیچی کردن دیدن سوار اهریمن شده و راه افتاده دور دنیا شدند انجمن دیو بسیار مر که پردخت مانند از او تاج و فر انجمن شدن یعنی گرده هم اومدن و جمع شدن مر هم اینجا یعنی شمار و اندازه تعداد بالا آمار هست منظور پردخت ماندن هم یعنی خالی گذاشتن خالی کردن اینجا کنایه از محروم و بی نصیب کردنه میخواد بگه تلاششون رو کردن که در حقیقت تحمورس رو از تاج و تخت بی نصیب بکنن تاج و فر از کسی پردخت ماندن یعنی همین یعنی محروم شدن از پادشاهی میگه دیوان بیشماری گرده هم اومدن تعداد بالایی از دیوان گرده هم اومدن چاره اندیشی کردن فکرشون رو روی هم گذاشتن که تاج و تخت تاج و تخت و این فر ایزدی رو از تحمورس برو بایند حداقل بگیرن ازش که دیگه تحمورس رو از پادشاهی برکنار بکنن سوار بر اینها نشه اینها رو در بند نکنه و تحمورس متوجه این موضوع میشه سی و یک و سی و دو چو تحمورس آگه شد از کارشان برا شفت و بشکست بازارشان براشفتن یعنی به هیجان اومدن سریع اقدام کردن یهو به جوش و خروش رسیدن و بازار شکستن هم کنایه از خونسا کردن تلاش کسی هست میگه وقتی تحمورس از کار اینا خبردار شد چو تحمورس آگه شد از کارشان فهمید که اینا چه قصدی براش دارن جمع شدن میخوان در حقیقت دشمنی بکنن با تحمورس براشفت و بشکست بازارشان به صورت دست به کار شد و بازار نیرنگ اونها رو رفت و از رواج انداخت تلاش و توطعه اونها رو نقشه بر آب کرد به فر جهاندار بستش میان به گردن برآورد گرز گران میان بستن رو که بارها ارز کردم کنایه از آماده کاری شدن اینجا آماده نبرد شدن گرز هم که خب یک سلاحه، حالا عکسش رو میگن بچه ها اینجا بذارن چون فکر کنم مخاطب انگلیسی زبان من دقیقا ندونه گرز چی از فکر میکنم ابزار ایرانی بود اگه ای اشتباه نکنم این گرز به گردن آوردن هم کنایه از مسلح شدن و مجهز شدن دست به هجوم بردن و حمله ور شدن هست میگه این اتفاقات که افتاد رفت بازار کار اینها رو به هم بزنه به یاری همون فر ایزدی و شکوه و جلالی که خدا بهش داده بود آماده نبرد شد این گرز سنگینش رو در دست گرفت برافراشت بالا آورد و حمله برد به سمت این دیوها در بیت سی و 34 و, و میگه همه نر دیوان و افسونگران برفتند جادو سپاهی گران نره نر به معنای جنگاور هست به معنای قول پیکر سهمناک معنی زشت و کری هم میده اگه اینا رو کامبینیشنش رو در نظر بگیرید مجموع اینها رو در نظر بگیرید یک قول ترسناک و در حقیقت زشت کری هست این نر دیوان افسونگران هم که یعنی ساهران و جادوگران این جادو سپاه یعنی یک سپاهی که پر از دیوان نر دیوان هست و جادوگران همه نر دیوان و افسونگران برفتن جادو سپاهی گران میگه سپاهی بزرگ از جادوگران که همشون هم از همین دیوهای های جنگاور و سهمناکی و کریه بودن اونها هم ره سپار میدون جنگ شدن که مقابل تحمورس قرار بگیرن دمنده سیه دیوشان پیش رو همی با آسمان برکشیدند قو دمنده یعنی قرنده کسی که قررش میکنه خروشانه خشمگینه برکشیدن هم که بلند کردن هست قو یا همون قو که الان در خراسان هم ازش استفاده میشه در آسیای مرکزی هم از این استفاده میکنن از قو کشیدن به معنای بانگی زدن فریاد کشیدن و صدای بلند هست از قوقا میاد قوقا هم میگن در آسیای مرکزی بهش فکر کنم افغان ها این گونه بیانش میکنن در زبان سغدی هم که شبیه به پهلوی بوده همینجوری هم به همین روش تکرار شده قو نوشته شده میگه دیو سیاه دمند سیاه دیوشان پیش رو توی این سپاهشون که پر از دیوهای هیلگر و در حقیقت افسونگر و ساهر و جادوگر بودن یه دیو سیاه هم داشتن که سر سپاه بایستده بود این دیو سیاه سپاه ساهران جلوتر از همه پیشاهنگ بود و پیشا پیش همه میخوروشید و حمله ور میشد نره میکشید بانگو فریاد میزد و پشت او هم گروه دیوان همینجوری فریاد میزدند این فریاد دیگه به آسمون رسیده بود همین با آسمان برکشیدند قوم در بیت سی و پنجم و, و میگه جهاندار تهمورس بافرین بیامد کمر بسته رزم و کین بافرین مخفف با آفرینه یعنی آفرین بر او باد ستوده ستایش شده لایق تحسین هست جهاندار هم که لقب شاه هست دیگه صفت مقدم تهمورس هست یعنی هر جا از تهمورس میخواد با صفتهایی در رابطه با پادشاهیش اسمی برده بشه همیشه بهش میگن جهاندار این رو تا آخر شاهنامه یکی دو بار دیگه هم بهش برخورد میکنیم اون آمدن هم که یعنی شدن میگه این اتفاق که افتاد این سیه دیو که نعر زنان اومد به سمت تحمورس شاه تحمورس هم که شایسته ستایش هست در حالی که آماده رزم و کین شده بود آماده پیکار و جنگ شده بود اون هم رهسپار کارزار نبرد شد یک براراست با دیو جنگ نبود جنگشان را فراوان درنگ یکا یک یعنی ناگهان یک بار خلق و به ناگاه جنگ براراستن هم که یعنی جنگیدن و حمله ور شدن درنگ هم که اینجا به معنای تأخیر هست داره میگه یکا یک براراست با دیو جنگ میگه بلا فاصله به این... پس از اینکه که با این دیو سیاه هم پیکار شد شروع کرد به پیکار و جنگیدن به ناگاه حمله برد به سمت دیو و نبرد اونها خیلی هم به درازا نکشید خیلی طول نکشید که تهمورس کار دیو رو تموم کرد در بیت 37 و 38 و و توضیح میده از ایشان دو بهره به افسون ببست دگرشان به گرز گران کرد پست دو بهره اینجا یعنی دو قسمت پس قاعدتا سه قسمت بودن دیگه دو قسمتشون رو الان عرض میکنم چه اتفاق افتاد یه قسمت دیگر رو هم کشت میگه از ایشان دو بهره به افسون ببست دگرشان به گرز گران کرد پست این پست کردن کنایه از شکست دادن و مغلوب کردن و احتمالا کشتن و به قتل رسوندن و نابود کردنه میگه خیلی به درازا نکشید نبرده اینها که تحمورس در زمانی کوتاه دو بخش از آنها رو از ایشان دو بهره به افسون ببست با افسون و با چارجویی دو بخش از سه قسمت این سپاه دیوها رو به بند کشید و اسیر کرد و بخش دیگرشون رو هم با گرز گران و سنگین خودش از پای در بود گران اینجا به معنای پر وزن وزین و سنگین هست کشیدندشان خسته و بسته خار به جان خواستند زمان زمان زینهار کشیدن هم که یعنی رو زمین میکشیدشون هم خسته هم یعنی بیمار و زخم خورده یک سومشون رو که کشت با گرز دو سوم بعدیشون هم به بند کشید بس بندیشون کرد و همین جورش می کشید که با خودش ببره دیوهای زنده مانده همین دو قسمت در حالی که مجروح شده بودن دربند شده بودن و اسیر شده بودن همینجوری که داشت این رو میکشید برای حفظ جونشون امان خواستن فرصت خواستن از در حقیقت تحمول است به جان خواستند دان زمان زیرهار و به خاطر حفظ جونشون از او مدد خواستن و امان خواستن در بیت سی نهوم و نهم و یه پیشنهاد میدن به تحمول است ازش امان خواسته بودن میگن که ما را مکش تا یکی نو هنر بیا که آید به بر هنر اینجا منظور فن دانش و قابلیت و توانایی هست آموزنیدن هم یعنی همون یاد دادن و آموزش دادن به بر آمدن هم یعنی به سمر نشستن رو میکنن به تمرس اسم میگم اون مارکر تو بند کرد یا همجور کشون کشون داری میبری به چه دردت میخوره یک سوم ما رو کشی دو سوم و هم بکشی به کارت نمیاد حداقل ما رو نکش ما رو مکش تا یکی نو هنر بیاموزنیمت ما رو نکش به تو یه هنر نو ب... به تو یک فن نو میاموزیم تو رو مجهز میکنیم به یک قابلیت جدید که خیلی برات بار و بر داره خیلی برات بهره وری داره به دردت میخوره که یه نامور دادشان زینهار بدان تا نهانی کنند آشکار. زینهار میخواستن امان میخواستن تحمورس هم عاقل بود دید اینجوریه گو باش امان بهشون داد به این دیوها تا راز سرپوشیده خودشون رو برای تحمورس بیان کنن ببینن تحمورس دقیقا چی میخواستن به تحمورس یاد بدن در بیت 41 و 42 میگه چو آزاد شد شان سر از بند اوی به جستند ناچار پیوند اوی این سر از بند کسی آزاد شدن به معنای رهیدن از اسارت و بند کسی هست جستن هم که یعنی برگزیدن و انتخاب کردن میگه زمانی که اینها چو آزاد شد چون سر از بند اوی زمانی که این دیوها از بند و اسارت تحمورس و عملا از مرگ جون به در بردن دیگه تحمورس سر قولش قرار بود بمونه دیگه زینهار داد بهشون امان داد نمیخواست بکشدشون ناگزیر بودن که دوستی او رو برگزینن یعنی پیمانداری او رو بکنن به عهدی که با او بسته بودن یعنی چیز نوعی قرار بود بهش بیاموزن عمل بکنن نوشتن به خسرو بیاموختند دلش را چو خورشید بفروختند خسرو رو در نظر داشته باشید که لقب شاه است. یعنی به پادشاه میگن خسرو اسمش اسم پادشاه که تحمورس بود لقبش خسرو بود هر پادشاهی که صاحب شوکت باشه بنابراین نام چندین پادشاه ایرانی هم بود اما میتونید به صفت شاه در حقیقت بیانش بکنید معربش هم میشه کسرا عربیش بفروختن هم اینجا خرید و فروش نیست یعنی بیافروختن یعنی روشن کردن درخشان کردن مثل خورشید این گونه میشه که نوشتن رو به خسرو یاد میدن یعنی اون فن پنهانی که میخواستن در ازای زنده موندن و در رفتن از مرگ به تحمورس بیاموزن نوشتن بوده و به واسطه همین نوشتن جانش رو مثل چشمه خورشید به نور دانایی منقش کردن و بیافروختن جان تحمورس به واسطه این دانایی درخشان و در حقیقت درخشنده شد یک موضوعی رو اینجا دیدم بیان میکنن بعضی از دوستان یه مقدار سطحی نگاه میکنن به شاهنامه و نقد میکنن که نکنه صحوان فردوسین اشتباه رو مرتکب شده که نوشتن که یک فن نیک و نیکو هست رو صنعت اهریمن قرار داده خب چرا فردوسین نوشتن رو از ایزد نیاموخته رفته از اهریمن آموخته اهریمن چی داشته که صنعت نوشتن و فن نوشتن و زبان رو در اختیار داشته اتفاقا برخلاف اون چیزی که نقد میکنن علاوه بر این که اشتباه نکرده آمدانه بسیار زیبا و پردازی کرده که ارز میکنم خدمتون چرا شما باید در جریان باشید که شاهنامه یک متن و یک منظومه ای است. بنابراین اینگونه باید برداشت بکنید ازش از طرفی اگر این مدلی بهش نگاه بکنید این استوره فراگرفتن خط از اهریمن خیلی هم بیگانه نیست این بازمانده خاطره تاریخی فرا گرفتن خط از ملل بیگانه است چون ایرانی ها واضع خط نبودند ایرانی ها وضع کننده و در حقیقت اختراع کننده خط و نوشتن نبودند در ابتدا اگر تاریخ رو مطالعه بفرمایید فینیقی ها نوشتن رو ابداع کردند و ایرانی ها از فینیقی ها که بیگانه بودند آموختن این رو به همین شکل فردوسی استور پردازی کرده این موضوع رو که ایرانیان از بیگانگانی زبان و نوشتن رو آموختند داریم نظیر این رو توی تورات هم داریم این اسطوره گرفتن سیب درخت دانش از دست شیطان در داستان همون حبوط آدم و هوا در تورات اون هم همین گونه اسطوره پردازی کرده بگذاریم در بیت چهل و سوم فردوسی کیفیت این آموزش رو هم بهتون نشون میده میگه نوشتن یکی نه که نزدیک سی چه رومی چه تازی و چه پارسی نوشتن همون نوشتن اینجا هست مجازن خط میگه نه تنها یه خط بلکه سی خط رو بهش آموزش دادن دیوها به تهمورس آموزش دادن من جمله خط رومی من جمله خط تازی یعنی عربی و چه پارسی و حتی زبان پارسی چه سغدی چه چینی و چه پهلوی نگاریدن آن کجا بشنوی سقدی که منصوب به سغد هست سقد یک منطقه بوده در آسیای مرکزی این زبان سقدی هم زبان سمرغند قدیم هست اگه مطالعه راجبش بفرمایید یکی از شاخه های زبان زبان ایرانیه و در کتیبه ها بسیار شبیه به پهلوی نوشته شده زبان پهلوی میگه خط سغدی و چینی و پهلوی و نگاشتن و نوشتن به هر خطی که شما بشنوی نگاریدن هر کجا بشنوی آن کجا بشنوی نگاشتن هر خطی رو بهش یاد دادن این فنی که میخواستن بهش یاد بدن این بود در بیت 45 و 46 میگه جهاندار سی سال از این بیشتر چگونه برون آوریدی هنر این هنر بیرون آوردن یعنی پدید آوردن پیدا کردن و کشف کردن و به وجود آوردنه میگه در مدت سی سال پادشاهیش چه گونه های بسیاری از دانش و فن و پیشه رو کشف کرد برای مردم آشکار کرد یعنی گونه های بسیاری از این فنون رو برای مردم آشکار کرد که بخشیش رو در قسمت قبلی عرض کردم خدمتتون ریسندگی و بافندگی و فرفت و سر آمد بر روزگار همه رنج او ماند از او یادگار میگه پس از این سی سال خدماتی که ارائه داد به مردم و این همه تلاش و کوشش کرد از جهان رفت دورانش به اتمام رسید و از او برای ما بار و بر و میوه این رنج و تلاش و کوششش ماندگار شد و به یادگار ماند در بیت 47 و 48 عبیات انتهایی میگه به گندرون شد دل هر کسی بیامد بران روزگاران بسید قاعدتا با این همه خدماتی که ارائه داده بود پادشاه هفت اقدیم بود پوشش رو تغییر داد شروع کرد به ریسندگی و بافندگی و زبان رو به مردم آموزش داد مردم دیگه یواش یواش میتونستن بنویسن دیو رو در بند کشید میگه پس از این با توجه به این همه خدماتی که به مردم ارائه داده بود همه مردم از مرگ تحمور سویوار و غمگین شده بودند و سالهای بسیاری به این ترتیب در غم و ماتم سپری کردند و بیت هشتم که بیت مهمی هست جهان و پرور چو خواهی درود چو می بدروی پروریدن چه سود بیت مهمیه این درودن یعنی درو کردن و قطع کردن کنایه از نابود کردن و از بین بردن یا با دنیا صحبت میکنه اولا با خود دنیا ندیگه با خالقش داره صحبت میکنه میگه اگه میخوای انسان رو نابود کنی چرا پرورشش میدی جهان ما پرور چو خواهی درود اگه میخوای قطعش بکنی از ریشه از بینش ببری چرا پرورشش میدی چون میبدروی پروریدن چه سود یعنی اگه مقدر کرده که نابودش بکنی پس این زیستن و پرورش دادنش برای چیه اگر خاطرتون باشه در اپیزود آخری که از روایات خیام تقدیمتون کردن ارز کردم خیام بسیار مسلط بود به شاهنامه شاهنامه رو خونده بود و این در اون مایه ناپایدار بودن جهان رو و این دیدگاه رو از شاهنامه وام گرفته بود البته با فلسفه خاص خودش خیام و اونجا هم عرض کردم اشاراتی رو کردم به شاهنامه فردوسی که این روند سینوسی پادشاهان این آمدن و رفتن خیام رو به این نتیجه رسونده بود نه فقط او زندگی خودش رو میدید زندگی هم نسلان و هم نوان خودش رو هم میدید که خب این دور باطل معنیش چیه؟ چرا اینگونه است؟ بنابراین هدفی از آفرینش نداشته اگر خدای آفریده هدفی از آفرینش نداشته چون درگیر یک دور باطله که همین شکلی انسان ها رشد میکنن و بعد میمیرن رشد میکنن و بعد میمیرن اونجا هم گریزی زدن به شاهنامه در شاهنامه بسیار با این مفهوم مواجه خواهید شد این رو این اتفاقات رو یواش یواش در شاهنامه ربطش بدید به پیش درآمد شاهنامه بهتر متوجه بعضی از موضوعات میشید اینکه چرا فردوسی در پیش درآمد شاهنامه در رابطه با مذهب اون همه صحبت کرده در صورتی که پیش درآمد شاهنامه در تدوین دوم شاهنامه مقدمه شاهنامه زمانی که اون میخواست ببردش و تحویل سلطان محمود بدتش یک بار دیگه این رو رینیو کرد یه بار دیگه این رو تدوین کرد و بعضی از بخش ها رو گنجون در مقدمه شاهنامه اینجا اگر واهوش باشید بهتر متوجه میشید که یک دیدگاه او دیدگاه فردوسی به جهان چیست و دو بعضی از ابیات رو چرا در پیش در آمد و در مقدمه شاهنامه گنجونده بود کمی هوش و ذکاوت نیاز داره که مطمئنم دارید نیاز به بیان من نیست توی پست بعدی هم ببینم اتون به سلامت